سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این پست به ویدیویی از برزو ارجمند و همسرش که همخوانی کردند با شروین حاجی پور و مسائل اخیر پرداختیم. با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. برزو ارجمند، بازیگر ایرانی، به تازگی ویدیویی از خودش و همسرش که حجاب از سر برداشته منتشر کرده که با همدیگه دارن آهنگ جدید شروین حاجی پور به نام برایه رو همخوانی میکنن. این بازیگر خوب کشورمون با انتشار این ویدیو و پست‌های قبلش طرفداری خودش رو از وضع و اوضاع این روزهای کشور اعلام کرده و خودش رو طرف مردم دونسته. چند وقت پیش هم آقای داریوش ارجمند توییتی داشتند به دفاع از نظام حاکم در ایران که آقای برزو ارجمند ویدیویی در اینستاگرام خودشون منتشر کردند و گفتند چرا به من بد و بیراه میگین؟ چرا پدر بیچاره من رو توی گور این ور اون ور میکنین؟ چرا به خواهرم؟ چرا به فک و فامیلای ما دایرکت میدین و فوش میدین؟ من اصلا نمیدونم که این توییت از طرف عموی من هست یا نه، چون ما خیلی وقت با هم در ارتباط نیستیم و من هیچ خبری از صحت و سقم این ماجرا ندارم. اگر هم داشته باشم به من ربطی نداره. من این طرفم. من طرف مردمم. من طرف مردم خسته کشورمم. آقای برزو ارجمند که چند وقت پیش با دوست صمیمی خودشون آقای احسان کرمی که ایشون هم بازیگر ایرانی خوب ما هستند با حضور در کشور آمریکا و در جشن عروسی ساسی خواننده ایرانی بسیار حاشیه ساز شده بودند. برزو ارجمند متولد 7 فروردین 1354 در مشهد، فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهرانه که کارش رو با تلویزیون شروع کرد. بعد از اون وارد سینما شد و حالا خوانندگی هم میکنه. ایشون فقط یک خواهر دارن که اون هم بازیگره به نام بهار ارجمند. پدرشون مرحوم انوشیروان ارجمند هم از بازیگران ناماشنای سینمای ایران بودن. عموی برزو ارجمند آقای داریوش ارجمند هم از چهره های شاخص بازیگری ایرانه. پسر عموش امیریل ارجمند و همسرش یاسمینا هم هر دو بازیگرن. برزو ارجمند در مورد بازیگر شدنش گفته توی 3 سالگی بازیگری رو یک بار در تئاتر پدرم تجربه کردم. گذشت تا دوم دبیرستان دوست داشتم موزیسین بشم. تا اینکه یه روز با بچه‌های مدرسه رفتیم سینما و فیلم دندان مار مسعود کیمیایی رو دیدم. بعد از دیدن اون فیلم انقدر که لذت برده بودم تصمیم گرفتم بازیگر بشم. با سریال زیر چتر خورشید در سال 1373 وقتی 19 ساله بود اولین بار جلوی دوربین رفت و وارد قاب تلویزیون شد. در سال 1379 هم در فیلم سینمایی سفر سرخ بازی کرد. توی سال 80 وقتی 26 ساله بود با سریال زیر آسمان شهر به کارگردانی مهران غفوریان چهرش شناخته شده تر شد. بعد از اون در سال 81 با سریال پشت کنکوری ها به شهرت خوبی رسید. برزو ارجمند در سال 1390 با همدانشکده‌ای خودش خانم پارمیس زند ازدواج کرد که ثمره این زندگی مشترک یه پسر به نام جانیاره که متولد سال 92. آقای ارجمند در رابطه با آشنایی با همسرش گفته من و پارمیس همدانشکده‌ای بودیم. پارمیس گریم و طراحی صحنه کار میکرد و من هم بازیگری میخوندم و همکاری بینمون بود. مدتی بعد پارمیس از ایران رفت. وقتی برای یک سفر کوتاه 1 ماهه به ایران برگشت با دوستان دانشکده جمع شدیم که بریم دیدنش. وقتی به دیدنش رفتیم بعد از نیم ساعت خیلی فلبداهه به نظرم رسید که میتونه همسر مناسبی برای من باشه. ازش پرسیدم با من ازدواج میکنی؟ خندید و گفت شوخی میکنی؟ بعدش یه ذره فکر کرد و گفت آره باهات ازدواج میکنم. توی یکی از مصاحبه ها از خودش و همسرش پرسیدن دوست داشتین بچه‌تون دختر باشه یا پسر؟
خانومشون گفته از همون اول پسر میخواستم، اما همش به خودم میگفتم که سالم بودن بچه مهمتر از هر چیزیه. آقای برزو ارجمند گفته من هم پسر دوست داشتم، اما همیشه میخواستم دوتا بچه داشته باشم، اولی پسر باشه و دومی دختر. خانومش گفت راستش رو بخواین برزو همیشه دوست داشت یه دختر داشته باشه و اسمش رو بذاره باران. خود برزو ارجمند ادامه داد من در 17 سالگی خواب دخترم رو دیدم. توی خوابم به اون گفتم شما کی هستید؟ به من جواب داد من باران ارجمند هستم. توی اون زمان هم اسم باران خیلی کم شنیده شده بود و من امیدوارم که یه روزی دختری به نام باران داشته باشم. در مورد اینکه آیا دوست داری جانیار پسرتون بازیگر بشه جواب داد نه واقعا دوست ندارم، مگر اینکه شرایط سینما و هنر در ایران تغییر کنه. تمام این حرفها رو پدرم هم به من میزد. من به اون میگفتم که تو خودت بازیگر شدی اما دوست نداری من بازیگر بشم؟ الان میفهمم، چرا که اصولا بازیگری و هنر در ایران شغل نیست، اما در همه جای دنیا یه شغل عالی حساب میشه. توی ایران به عنوان یک شغل نمیشه بهش نگاه کرد، بنابراین اصلا امنیت کاری نداره. شاید تا وقتی که جانیار بزرگ بشه و به بازیگری علاقه‌مند بشه خیلی چیزها تغییر کرده باشه، اما تا اینجایی که من تجربه کردم اصلا موافق نیستم که به این راه ادامه بده. آقای برزو ارجمند در مورد تشکیل خانواده هم گفته یه چیز جالب بگم، شما زمانی که ازدواج میکنید خانواده تشکیل نمیدید. این غلطه که به شما میگن وقتی ازدواج میکنید خانواده تشکیل میدید. شما با ازدواج کردن یه زندگی مشترک رو شروع میکنید. وقتی که این دو سه میشه تازه شما یه خانواده میشید. توی بعضی از خانواده ها میگن که با به دنیا آمدن بچه یه فاصله ای بین پدر و مادر پیش میاد، ولی برای ما اصلا اینجوری نبود. من بعد از به دنیا آمدن جانیار انگار دوباره عاشق پارمیس شدم، این رو از ته دل میگم، و نگاه هر دوی ما بعد از بچه دار شد به دنیا و زندگی و عشق کاملا عوض شد. آقای برزو ارجمند توی زمینه خوانندگی و گیتار زدن هم تجربه هایی داره. غریب آشنا اولین آلبوم برزو ارجمند بود که چند سال پیش با ترانه هایی از چند خواننده و آهنگساز منتشر شد. ایشون در چند سریال هم تیتراژ خوانی کرده. تا حالا چندین تک آهنگ هم منتشر کرده که البته با استقبال خوبی مواجه نشدن. آقای ارجمند یکی از طرفداران با تعصب تیم استقلاله. اون اما همیشه با اخلاق از تیم رقیب خودش یاد کرده و گاهی از بازی‌های این تیم هم تقدیر می‌کنه. اولین بار برای بازی در سریال مشق عشق جایزه بهترین بازیگر رو از جام جم دریافت کرد و برای بازی در سریال قهوه تلخ هم کاندیدای بهترین بازیگر دنیای تصویر شد. توی سال 93 هم برای بازی توی فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت کاندید بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره شهر و جشن منتقدان سینمای ایران شد. برزو ارجمند گفته من هرگز برعکس خواهرم بهار بچه درس خونی نشدم. اول دبیرستان و سوم دبیرستان رد شدم و اونو دوباره خوندم، اما توی کنکور رتبه 2 آوردم. اون هم دلیلش مطالعات آزادی بود که اون سالها انجام میدادم. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.